بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم موضوع درس ما بالای فیس اسپیشال است و چطور بتانیم که از برنامه های دیگه محتویات به شکل های مختلف پیش کنیم و از طریق فیس اسپیشال. خب بین در قدم اول هدف ما چی از این قسمت ما تیبل در برنامه اکسل ترتیب کردیم و ضرورت دارم که راپور از ایره هم ترتیب کنم. معلوم دار از دیگه که ما در برنامه اکسل راپورها رو نمی کنیم که به شکل اساسیش تایپ کنیم، پس از برنامه مایکروسافت ورد کمک میگیریم. در برنامه وین ورد داخل شده و در قسمت درج میکنیم که عزیزی کمپیوتر کمپیوترز ریپورت و بعدا تایتل قرار دادم و تمام راپور درج میکنیم و هدف فعلی ما چی است که بتوان امی راپوری که ترتیب کردیم در برنامه اکسل در استقامت قرار بدم تا اینکه وقت پرنت میکنیم اردو ریپورت ما یک جا پرنت شود، مثل که ما در برنامه قبلی کار کرده بیم. خب من در قدم اول محتویات انتخاب کردیم و بعدا بالاش کپی گفتم. من در برنامه اکسل در استقامت پیست اسپیشال. اگر ما مستقیما پیست میگیم، ببینیم محتویات ما قسم قرار میگیره که ما در تغییرات آورده بتانیم، اما وقت پرنت میکنیم مشکلات بسیار زیاد بر ما خلق میکنه. فقط سه لاین ظاهر میشه از مکمل یک پاراگراف ما یک لاین. میبینیم که باقی مانده در استقامت دیگه ظاهر شده، حتی در چند صفحه پرنت میشه. پس در این صورت میبینیم که مشکل بر ما ایجاد کرده. ما میخوایم به شکل مختلف خود برنامه ورد یا محتویات در استقامت پیست کنم که بتونم به شکل اساسیش پرنت کنم. پس دوباره کنترل زد میگیم یاندو. من در قسمت پیست اسپیشال از استقامت انتخاب میکنیم. شکل اگر ما انتخاب کنیم پیست مایکروسافت ورد داکومنت آبجکت به شکل یک آبجکت قرار بگیره، بعدا اوکی کرده. میبینیم محتویات ما شما به شکل یک آبجکت قرار میگیره از استقامت از زی کمپیوترز ریپورت. و اگر من در قسمت فایل بخش پرنت میبینیم پرنت میشه، اما مشکل اینجا چی است که به شکل یک آبجکت و فریم هم به خود داره. از این صورت فکر میکنم درست نیست، میخوایم فریم نباید همراهش ظاهر شود. باز این صورت یک بار دیگه دلیت میکنیم، در قسمت بیس اسپیشال میریم، از این استقامت انتخاب میکنیم پیکچر انهانسد میتا فایل، یعنی به شکل یک پیکچر میخوایم ظاهر شود. اوکی کرده، میبینیم محتویات ما شکل یک پیکچر ظاهر میشه و در این استقامت به شکل اتوماتیک بکگراندش ریموو میشه، البته توسط پیکچر، در صورت که ما از برنامه های دیگه امپورت میکنیم یا پیست میکنیم فایل خود. و حال اگر من در قسمت فایل بخش پرنت میبینیم کدام مشکل ایجاد نمیشه یا کدام مشکل نداره، به شکل بسیار اساس میتونیم پرنت کنیم. و حاصل منبع از این مولدار است که دیگه در برنامه ورد است. و اگر فلحال ما کدام تغییرات در منبع از این بیاریم، تغییرات باز در برنامه ما نمیه. چرا؟ به خاطر که فلحال فایل لینک یا ارتباط نداره. پس به خاطر ارتباط دادن فایل خود باید دوباره در قسمت پیست اسپیشال بیم و انتخاب کنیم پیست لینک و بعدا از این استقامت انتخاب میکنیم پیکچر، بعدا اوکی کرده. حالا چون منبع ما به شکل لینک است، هر تغییرات را که ما در اینجا میاریم تغییرات به شکل اتوماتیک در برنامه اکسل هم قرار میگیره. و اگر ما شما خواسته باشیم که لینک به شکل های مختلف انتخاب کنیم، بالای لینک از این آپشن ها را تطبیق کنیم، و در قسمت فایل بخش انفورمیشن در استقامت داریم ادیت لینک. پس در این قسمت اگر ما شما خواسته باشیم که اتوماتیک باشه، یعنی هر تغییرات بیارم به شکل اتومات تغییرات بیارم، پس معلوم است که ما شما اتوماتیک انتخاب میکنیم. اگر خواسته باشیم که تغییرات نباید تا زمانی که خود ما اپدیت نگوییم، باز در این صورت منوال انتخاب میکنیم، یعنی اتوماتیک تغییرات نباید ظاهر شود، منوال انتخاب میکنیم. باز هرگاه اگر ما بین در استقامت اپدیت بگوییم، در این صورت باز عمو تغییرات را که ما در منبع آوردیم به شکل اتومات در برنامه اکسل هم ظاهر میشه، در صورت منوال انتخاب باشه و ما شما اپدیت بگوییم. و بعدا چینج سورس، چون منبع شما فعلا برنامه ورد است، ما اگر خواسته باشیم منبع را که یک برنامه دیگه چینج کنیم، که یک داکومنت دیگه باز میتونیم که از قسمت چینج سورس از استقامت کار بگیریم. اوپن سورس مستقیما منبع را برام باز میکنم برنامه ورد است و بعدا بریک لینک ارتباط ما را دوباره از بین میبره و قطع میکنه و چک استاتوس میتونیم کمی استاتوس از ایران چک کنیم تا این کدام مشکل هم نداشته باشه. بعدا اگر ما فلحال بریک لینک میگیم، بعدا کلوز کرده. حال اگر در این برنامه بیم کدام تغییرات را ما شما در برنامه ورد بیاریم، اگر از نگاه گرافیک دیزاین یا تغییرات بیشتر میریم در برنامه اکسل باز کدام تغییرات نمیه، چون ما لینک یا ارتباط از بین بردیم. بعدا اگر از طریق پیست اسپیشال بریم، ما شما داریم HTML.
HTML شکل بر ما ظاهر می سازد که بتانیم تغییرات هم بالای محتویات خود بیاریم مستقیم در برنامه اکسل البته. و اگر ما موضوع قوی را انتخاب می کردیم به شکل آبجکت باز این صورت یا شکل پیکچر تغییرات ما مستقیم در برنامه اکسل آورده نمی تانستیم اگر ما شکل پیکچر انتخاب کنیم مستقیم نیده تا که منبع را باز نکنیم منبعشون برنامه ورد است. و بعد از طریق پیشال اگر ما انتخاب میکنیم یونیکود تکست یا تکست باز در این صورت بدون فرمت محتویات ما شما را ظاهر میسازه. میبینیم فرمت یا دیزاینش کاملا ظاهر نشده. پس اگر ما شما چی تکست انتخاب کنیم چی یونیکود تکست. یعنی به شکل های مختلف میتونیم که در صفحه خود محتویات را امپورت کنیم از دکومنت های جداگانه مثل برنامه ورد یا برنامه دیگه. پس طریق خوبتر چی از برزی فایل ما که ما اگر خواسته باشیم در صفحه همین محتویات اکسل هم همراهش داشته باشیم ببخشیم محتویات برنامه ورد تا اینکه هر دو ریپورت ما یک جای پرند شوه باز در این صورت کاپی کردم من در برنامه اکسل از استقامت پیست پیشال و انتخاب میکنیم پیکچر و پیست لینک هم اگر انتخاب کنیم به خاطر لینکش خوبتر است اوکی کردم محتویات ما پیست شد و حال اگر پرند میکنیم کدام مشکل در صفحه موجود نداره و این بود موضوعات درس فعلی ما.